بادمجون شکمپر یه غذای بسیار خوشمزه که بادمجون خورا میدونن این چقدر لذیذه. بریم با هم درست کنیم. یه پیاز درشت نیاز داریم که این پیاز درشت باشه به مقدار گوشتی که میخوام بگم. ریز و نگینی خورد میکنم و شروع میکنم به تفت دادن پیاز. 200 گرم گوشت بهش اضافه میکنم، گوشت چرخ کرده که گوساله یا گوسفندش دیگه به میل خودتونه. و مقداری هم زردچوبه بهش اضافه میکنم که وقتی با گوشت و پیاز تفت میخوره هم خوشمزه ترش میکنه و هم خوش رنگ ترش. خب یه مقدار که به این صورت سرخ شد، حالا دارچین رو بهش اضافه میکنم. دارچین یکی از ادویه های مهم این غذا هست. فلفل سیاه، فلفل من یه مقدار چون درشت کوبیده شده، یک قاشق و نیم ربع انار یا ربع آلوچه فرقی نمی کنه، دو قاشق ربع گوجه داریم که با هم مخلوط میکنم. مثل همیشه یه مقدار آب جوش بهش اضافه میکنم یا آب ساده فرقی نمی کنه، آب سرد، به خاطر اینکه راحت تر بتونم توی موادی که داریم هرچی که هست اون رو سرخ کنیم، تفت بدیم، راحت تر سرخ میشه. بسیار خوشمزه است. وقتی که مقداری سرخ شد و رنگ و آبش به این صورت زیبا شد، دو قاشق غذاخوری مغز گردوی کوبیده شده. مغز گردو نباید خیلی له باشه، باید زیر دندون احساس بشه و این مغز گردومون مکمل ربع اناره. درش رو میذارم به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه به بهارات بسیار ملایم تا گوشتامون مغز پخت بشه. 6 تا بادمجون تقریبا قلمی منظورمه دارم که دومشو از کامل جدا نمی کنم. فقط نگاه کنید این قسمت های پوسته های این برگای کوچیکش رو جدا میکنم، چون من همیشه اگه بخوام بادمجون رو درست استفاده کنم دومش رو نمیبرم، چون که هم زیباتر میکنه بادمجون رو، هم بافتش انسجام بیشتری پیدا میکنه. من به این صورت راه را پوست میکنم، ولی فرقی نمیکنه، میتونید کامل پوستش رو در بیارید. بعد از اینکه پوست کندم یه برش کوچیک، نه خیلی عمیق نباد باشه، میزنم بهش و تمام همه بادمجونا رو به همین صورت آماده میکنم. حالا یه ظرف آب نمک میخوام درست کنم که بادمجونا رو بذارم داخلش که خیلی خوشمزه تر میشه، خوش نمک میشه تلخیش، که البته این بادمجونا تلخی نداره، گرفته میشه و مصرف روغن رو هم اونجوری که تجربه کردم کمتره. بعد از یه 20 دقیقه که بادمجونا موندن خشکشون میکنم، تو روغن سرخشون میکنم. یادتون باشه که گوشتتون رو بعد از 20 دقیقه که پخته شد خاموش کرده باشین. خب بادمجونه که به این صورت شد، چون مقداری گوشتی هستن، من درش رو مدت 10 دقیقه، یعنی اون قسمت آخرش درش رو میذارم. حالا دیگه بادمجونه هم حاضر شده، گوشتام هم دیگه از حرارت افتاده، میخوام شکمشون رو پر کنم با این مواد. من میخوام توی همین مایتابه درست کنم، نمیخوام توی ظرف دیگه ای بذارم. خب شروع میکنم که بادمجونا رو از قسمتی که برش خورده باز میکنم و پرشو میکنم از این ماده گوشت. نگاه کنید، با 200 گرم گوشت و 6 تا بادمجون که الان میگم حتی که بادمجونش بیشتر هم بود باز همین گوشت جواب میداد، یعنی که اگه 8 تا بادمجون هم بود خوب میشد. میتونیم یه غذای خیلی خوشمزه که برای به نظر من 3 تا 4 نفر رو کاملا سیر میکنه درست کنین، آماده کنین و بسیار هم خوشمزه. این یک نوع بادمجون شکمپر هست. ما انواع بادمجونای شکمپر داریم. همه بادمجونا رو به این صورت پر میکنم. خب الان باز همین گوشت اینجا باقی مونده. من به دلخواه خودم 2 تا گوجه فرنگی رو توشونو خالی کردم و میخوام مقداری هم گوشت داخل این گوجه ها بریزم.
خب هم برای تنوع خیلی خوبه، هم برای کسی که سر سفره نشسته و بادمجون متاسفانه دوست نداره، میذاریم که گوجه فرنگی بخوره. و مقدار گوشت باقی ماندهش هم داخل مایتابه میمونه که میتونیم با خود بادمجون و گوجه سرو کنیم. خب الان من میخوام یه سس خوشمزه درست کنم که بریزم داخل این بادمجونا. یک قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، مقداری هم نمک و فلفل و دارچین که مزه خوب این غذا هستش. اگه دقت کنین که دو قاشق غذاخوری هم مغز گردو داشت، خیلی زیاد نبود، شاید 30 گرم بشه. خب اینا رو همه با هم مخلوط میکنم و میریزم داخل مایتابه. اصلا کنم روی مواد تا اونجا که میشه نریزم، ولی مثل که ریخته شد. و با حرارت ملایم میذارم 1 روب تا 20 دقیقه، چون همه چی پخته آماده است، فقط سس به جون بادمجونا بره. همین غذای خوشمزه ما حاضره و امیدوارم که شما هم بپزید و در کنار خانواده میل کنید. نوش جان.